بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید. سلام جان دکتر. سلام بفرمایید. حال شما؟ متشکرم بفرمایید. خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم. منم همینطور بفرمایید. آقای دکتر من یه مدتیه که با یکی از همکلاسای سابقم که البته اون موقع باشون آشنایی زیادی نداشتم یه مدتی هست که آشنا شدم حدود یک سال خیلی از ایشون خوشم میاد و تقریبا ارتباطمون به سمت ازدواج پیش میره. شما چند سالتونه؟ از یک طرف خب من خیلی خوشم میاد از ایشون دوست ندارم ایشون از دست دادم از یک طرفم احساس نیازی به ازدواج کردن نمی کنم. نصب کنید اول شما چند سالتونه؟ من نزدیک 30 سال. ایشون چند ایشون کم سن و سال شما؟ 26 سال. اوکی. شما مسئله احساس احتیاج به ازدواج مقصودتون چیه که ندارید؟ شاید نمیدونم شاید به نوعی ترس از تعهده ولی به هر حال احساس یعنی به نوعی دوست ندارم که این رابطه از بین بره. نه اونو بذارید کنار. نه صبر کنید صبر کنید. نه اصلا موضوع رابطه رو با ایشون با اون دختر خانم رو بذارید کنار. بذارید راجع به خودتون صحبت کنید. بله. شما به من بفرمایید اولا چند تا خواهر برادر دارید؟ دو تا برادر خواهر ندارم. شما چندمی هستید تو این سه تا؟ آخرین. به من بفرمایید فاصله تو با دو تا برادرها چقدره؟ 10 و 7 سال. سال دوم رابطه پدر با مادر خوب بد متوسط چه بوده؟ بد. بنابراین شما میدونید که فرزند آخری با فاصله 7 سال و 10 سال اون دو تا برادر هم حتی اگر شما رو ظاهرن و یا واقعا دوست داشتن اذیتتون کردن. پدر مادر هم اختلاف شدید داشتن. من اصلا اذیت نکردم برادرم. امکان نداره. ببینید عزیز شما روزی که یکی دو سال فاصله های سنی اونجوری مسئله تونی هست مثلا فرض کنید شما میخواستید برید سراغ اونا یا اونا با شما بازی نمیکردن یا دوستاشون میامدن شما رو کنار میذاشتن اونا خیلی درست نیست. بله اگر رابطه پدر مادر بد بوده شما به من نگید که رابطه برادران با فاصله 7 سال و 10 سال با هم دیگه خوبه. یعنی اینا با هم نمیخونه. حالا شاید این طور استثناءه ولی خب پیش اومده رابطه برادر با هم خوبه. الان خوبه. اونا ازدواج کردن یا نکردن؟ اون کسی که با من 7 سال فاصله داره بله ازدواج کرده. اون که 10 ساله چه؟ نه خیلی ازدواج نکرده. بنابراین ببینید در خانه شما اون نتیجه گیری بوده. جدالی بوده. حالا چون بخواهم بعد از اون مسئله احتیاج نیست عزیز. حالا شما بذارید به من بفرمایید که فکر کنید ازدواج چه اشکالاتی یا چه مسائل و مشکلاتی رو برای شما به وجود میاره. خب به نوعی از نظر مالی تعهد ایجاد میکنه. از نظر ارتباطی تعهد ایجاد میکنه. سب کنید. نه آخه اینجا خب همینجوری که میشه از نظر مالی تعهد به وجود میاره. خب من الان شاغلم سر کار میرم مجردم و مشکل مالی به اون صورت ندارم چون خرج زیادی هم ندارم. نه میفهمم. ولی مطمئنم وقتی ازدواج کنم خرجم مثل الان نیست. نه صبر کنید. نه میفهمم عزیز. ولی یه دلیلی که مردم در طول تاریخ ازدواج کردن به همین دلیل بوده. ولی اگر همسر شما یه کسی باشه که اونم درسی خونه و شاغل باشه که به نظر میسته این خانم اگر اشتباه نکنیم هم دانشکده شما بوده خب بنابراین معمولا هزینه‌هاتون دو برابر نمیشه ولی درآمدتون روی هم میاد. بنابراین اون که مشکلی نخواهد بود. خب بله ولی بازم فکر میکنم بیشتر بشن. نه ببینید اون نشون میده که شما یه نوع ایدئالی تو ذهنتون دارید که اونو نمیتونید تعمل. اجابه شرایط ایران یکم فرق میکنه. اینجا به دختر اونقدر حقوق نمیدن. نه سب کنید عزیز. من متوجه هستم که شرایط و موقعیت ها فرق میکنن اما فرق میکنن. ولی میگم اگر یک کسی برگشت به من گفت که من یه دلیلی که نمیخوام ازدواج بکنم اینه که فکر میکنم توانایی کشیدن هزینه یه خانواده رو ندارم حتما به ایشون است که با خانمی ازدواج کن که او هم علاقه داره کار بکنه حتی شاید درآمدش هم بیش از شما باشه. اگر هیچ کسی پیدا شد این کاری بکنیم مثلا آدمی که شما میگید من با یه کسی ازدواج کنم که بخواد تو این شهر زندگی کنه نه تو شهر دیگه. خودم شخصا خیلی دلیل این ترسمو نمیدونم. خودم فکر میکنم که شاید این طرف تعهد مالی و حالا نه ببینید سب کنید شما روی خط آمدید. نه سب کنید شما اگر راجب یه چیزی شک دارید که یا نمیدونید که بذارید با هم بحث نکنید چون منو گیر نندازید. این دقیقا همون بازیست که
الان هم میفهمم چرا گفتی رابطتون خوب. چون شما براتون مهم اینه که هدفتون رو پیدا کنید، بعد هر وسیله رو ازش استفاده میکنید. شما به من میگید اولین مسئله که شما به من فرمودید، من که نگفتم، شما من فرمودید که اولش تعهد مالی، من میگم یه دختری پیدا کنید یا پولدار باشه یا کار میکنه یا اینقدر انتظار کمی داره که با درآمد شما میسازه، اگه پیدا شد ازدواج کنید، نشد نکن، مثل هر کار دیگه. ولی حالا یه دفعه توش تجدید نظری بخواید بکنید که این نیست، اون یه قصه دیگه است. دلیل دیگه تون چیه؟ دلیل دیگه این که احساس میکنم ممکنه یه سری آزادیایی که الان دارم گرفته بشه. بس معلومه که اگر آزادیاتون عبارت از این است که دلتون میخواد با این و اون باشید، اگر من اینجوری هم نیستم، با این و اون نیستم، ولی بیشتر ترس از این دارم که وقتی محدود بشن اون موقع مثل الان نباشه نوع زندگیم. عزیز ما تو زندگیمون روزی که شما تصمیم گرفتید این برنامه تلویزیون رو ببینید، شما خودتون محدود میکنید که برنامه دیگه نبینید. روزی که شما تصمیم گرفتید امشب شام این غذا رو بخورید، دیگه شام دومی نمیتونید بخورید. روزی که شما این لباس رو پوشیدید اومدید اینجا، لباس پوشیدید، این چه بازیه در میارید؟ میترسم. برای چی میترسید؟ علاوه بنده الان اومدم اینجا، متوجه شدم اینجا گرمه، یه لباس حالا برای چی وحشت بکنم؟ آره خب یه لباس دیگری باید بپوشم. یا فرض بفرمایید به جای این برنامه متوجه میشم این برنامه بهتری که حتما هست اونو باید میدیدم، چون دوستان اونو دیدن. اینا نشون دهنده یه آدمی است، یعنی ذره ذره میخوام با شما به خودتون نزدیک بشم، نشون دهنده یه آدمی است که همه چیز رو میخواد، پس صد توقع و انتظار زیاد و مشخصه بچه آخری میذارم. یعنی من میرم تو مغازه میگم آقا این کراوات چند؟ میگن 10 دلار. میگم به من بدی. بعد میگه 10 دلار بده. میگم 10 دلار رو نمیخوام بدم، پولم میخوام نگه دارم، کراوات رو میخوام. ما همچی دنیایی توش نیستیم عزیز. ما توی دنیایی هستیم که برای داشتن هر چیزی باید هزینه شده. به همین که گفتم بذار با هم صحبت بکنیم. درسته. خب یه هزینه دیگه هم که میپردازیم اینه که ممکنه انتخاب اشتباه کرده باشیم. نه ببینید، باز شلوغش نکنید عزیز. روزی که من انتخاب اشتباه بکنم پشت فرمون میذارم خودم رو به کشتن میدم، میذارم یه نفر رو میکشم. این دنیا اینه. شما یه آدمی هستید که از ترس اتفاقات هیچ کاری نمیخواید بکنید. مثل اینکه من به تو برگردم بگم عزیز من راه نمیرم چون ممکنه بیافتم زمین پام بشکن. برای من همیشه پای شکسته مثل آدم پا شکسته رو زمین خوابیدم. این که شرط عقل نیست. شما یه آدمی هستید که وحشت زده اید. شما یه آدمی هستید که به دلیل آسیبای کودکی میترسید از چیزی که ترس نداره. اصلا شما برفرض که رفتید اصلا ازدواج کردید، اصلا اشتباه طلاق میگیرید بیرون، چرا حالا اونو یه دفعه تبدیل کنید به چیز عجیب و غریب؟ یعنی ما تو زندگیمون قراره، یا من متوجه میشم این کراواتو که به من خریدم 10 دلار، این 5 دلار، حالا دیگه میگم کلا سرم رفته، حالا چون که شد حالا فکر کنم 10 دلار، من اینکه فکر کردم 10 دلاری که دیگه قرار نیست نظرمو عوض کنم. یعنی تو زندگیتون موضوع رو تبدیل به یه مطلب غیر قابل قبول و تحمل نکنید. حرفتون رو میفهمم، ولی این نشون دهنده اینه که شما میفهمید که مثلا ازدواج میکنید درست نباشه، طلاق میگیریم میایم بیرون، ولی خب من میخوام همین اتفاق نیفته. حالا خب عزیزم من مثل اینکه تو من برگردی بگی من میخوام از اینجا برم خونه مادرم، ولی میترسم تو راه تصادف کنم، ولی نمیخوام این اتفاق بیفته. ما تو زندگی قرار هزینه کنیم. ما تو دنیایی هستیم که باید خطرناک زندگی کرد. ای آدمی هستیم به عبارتی میخوام با ریسک کمتری هزینه کنم. عزیز من برگردی چی نمیدن؟ درست مثل اینکه شما برگردی بگید من میخوام برم تو زمین فوتبال، اما میخوام کسی لگد به من نزنه، کسی به من تنه نزنه، پامم هیچ طوریش نشه، گلم بتونم بزنم، مردمم بهم نخندن. هیچ بازیکن نمیشه. ما تو دنیایی هستیم، جمله منو بهش توجه نکردیم. ما قرار تو زندگی خطرناک زندگی کنیم، نه اینکه محافظه کار. خب از پا در میاد. گفتم من ترجیح میدم عزیز که بدوم و زمین بخورم و پام بشکنه و تو 70 سال 80 سال عمرم، 8 سالم تو بیمارستان باشم، ولی 72 سال دویدم. تو ترجیح میدی برای که پاد نشکنه 80 سال تو بیمارستان بخوابی رو زمین بدرست بکشی؟ تفاوت من و تو میخوام فقط بدون اینه. ما تو دنیایی هستیم که قرار حرکت بکنیم، هزینه‌اش هم می‌پردازیم. چرا این آسیب رو دیدی؟ به خاطر اینکه در کودکی متوجه شدی بهترین کاری که آدم میتونه بکنه هیچه. معنی این حرف تو اینه که آدمی هستی منزوی، آدمی هستی مختار، آدمی هستی محافظه‌کار. مثلا دیروز
تیپی رو که راجع به شخصیت و عزلت طلب بودش 25 تا مشخص داره، الان 5 6 تاشو تو گفتی، توی آدم گریزان و دوری گزین از دیگرانی، در حدی فقط حرکت میکنی که به تضمین بده. درست مثل بچه‌ای که به مادرش میگه من فقط میام خونه این آدما ای قول بدن که این کارو اون کارو اون کارو بکنم، من چه تضمینم؟ ما در دنیای هستیم که تضمینی وجود نداره. من از اینجا میتونم برم تصرف کنم بمیرم بره. من که نمیتونم میگم به خاطر اینکه یه عده‌ای تصادف میکنن و میمیرن پس آدم بهتره سوار ماشین نشه یا پشت فرمون نشه. از مزایای اتومبیل استفاده میکنم، هزینه‌ش هم ای بسا که جانبه میده. من منظورم اینه که بیشتر دوست دارم بهم کمک کنی که بفهمم انتخاب درستی داشتم. اصلا بحثی نیست عزیزم. نه ببین عزیز من، انتخاب درستی روزی که من